شهروندان در تهران با زورآزمایی میان ایران و بریتانیا درباره توقیف متقابل نفتکش های دو کشور چیگونه می نگرند؟ ما باید یک کاری کنیم، صلح به وجود بیاد، ما بتونیم نفت صادر کنیم، هزینه اینو کمک مردم کنیم. الان مردم واقعا پول تو دست و بالشون نیست. من خودم یه آدم بازاریم، واقعا بازار خوابیده، مردم پول ندارن بیان خرید. باید بیشتر بگردیم دنبال این مشکلات، این مشکلات رو برطرف کنیم تا اینکه بخوایم از طریق نفتکش بخوایم نفت دیگران رو بگیریم یا اونا بیان نفت ما رو بگیرن. اینا فایده ای نداره الان برای مملکت. به نظر من که کار درستی کرده، به خاطر اینکه اگه قرار باشه هر کسی هر چیزی رو که میخواد بگه بعدش اسمشو بذاره قانون و تو مجامع بین المللی از اون امتیاز خودش بخواد استفاده بکنه برای اینکه کار خلافشو به اسم قانون به پرسی بنشونه، ما به ازاش این طرف هم ما هم میتونیم همین کار رو انجام بدیم دیگه. این دقیقا جواب متقابله و فکر میکنم منصفانه ترین جوابیه که گرفتم. ولی واقعیتش خب ایران چند سال جنگ کرده، یه مردمش آپدیت شدن یه جوری. الان هم یه جوری جنگ داریم، من خودم یه تولید کنندم، یه جوری جنگ اقتصادی داریم. ولی در مجموع من فکر میکنم نه جنگی نشه، صورت نگیره جنگ. به صورت دیپلماتیک فکر میکنم حل و فصل بشه.